رابطم با این ریاکشن خونی من رایی تفره کنم چکه میکنم اسه چکه که خوش اومدید به یه ویدیو یه دیگه از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فشن فورک نایس. حرکت شطرنج بعدی گادفوری رو شاهدیم، ترک تروی که تا الان من مثلا نیم ساعت بعد از اینکه این ترک ریلیز شده اومدم دارم ترک گوش میدم، داده 31 دقیقه و یه گذری چشم خورد مثل اینکه دیس ملتفت نمیدونیم، یعنی مثل اینکه دیس نداره چه باحال شیش باحال نمیدونم. خلاصه حرکت بعدی شطرنجی که نمیدونم چیه، اسم ترک تروی مشخص اشاره به چه واقعی داره، ولی حالا قراره با هم یه گوش کنیم و ببینیم چه اتفاقاتی مد نظرشون بوده، چه ایده هایی رو پیاده کردن، چه در چه حد تونستن تمیز پیاده کنن و هر چی. به هر صورت لینک رو گذاشتم توی دیسکریپشن، ویدیوش رو از یوتیوب پوری میبینیم، لینک یوتیوب استندر و دلول هم دیسکریپشن، به اونجا سر بزنید و اگر فورگنگتون رو باچید تو کامنت بریم سراغ شنیدن ترک. بریم. خب ببین آقایی که شما باشی، دیرکتر اکیو، پرودیوسر تیزی، میکس مسترینگ سیامند، کامرا ادیت امیر، ای پی پراجکت منیجر دفکور، پلتفرم منیجر آردا، پروداکشن کوردینیتور کامیار بامدار، لیبل 26 ریکوردز. تشکر بسیار زیاد از مسعود تاتو، پدرام شاد و اشیریف. خب تا اینجا میخواد من ایسی بهتون بگم، به نظرم پلنی که شکست خورده نمیدونم، اما من همینجور حدث خودم دارم میگم. الان میان میبینیسی تو پول گرفتی از آردا که این سری مثلا زده پولی حرف بزنی، نه به نظر میاد این ترک جزوی حتی نه پوری، اگر این ترک آماده کرده بود که مثلا دابل ترک قبلیش تومه باشه که از اون شاپور یا فدایی مثلا دیس بدن بعد اینو بندازه بالا، تا هنوز ترک رو نشیدم کس نگیم، اما بریم ترک رو بشنویم بعد صحبت کنیم. ولی تروی میدونیم دیگه اصلی بود که به عنوان هدیه داده شد به دشمن ها، به الکساندر، نه الکساندر نبود، به جزیره ای و درونش پر از شر بود، خارسبازی تمام و کمال، یعنی یکی از هایلایت های خارسبازی در تاریخه اسب تروی، خیلی کسیشن اونایی که این کارو کردن. به هر صورت برو بریم. بریم بده حاجی، اون پیجامه فروشی ها نماد جاده شماله. زغال فروش شاتس آن آیفون، حالا گردینش خیلی باله. وو پو 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 یه دور همتون زدم دیگه روون تو میره، شما که هنوزم تیمی تو که زبونتون گیره، خرج افتامتون میدم فاتحتون هم میخونم، فکر کردی گادپوری امونه تو میده، دل و روده دروغاتو میریزم رو زمین، همین یه بار همه بشن قریبه با ترپری یا کسلیس علی نجات تو کلمه قرق میکنم یه ها دیسترکه، قشنگ دیسترکه، این روحیه ای که پوری باش ظاهر شده رو بید روحیه دیساشه. تونی قریق نجات آدم فروش نداره تو قبیله جا، قریبه با ترپری یا کسلیس علی نجات تو کلمه. کی تو تصدیر امیره یا آکیو؟ انعکاسش رو شیشه افتاده حاجی، اون همزنا رو ما همونه داشتیم بچه بودیم، چرخ گوشت پارس خزن هم داشتیم. من قرق میکنم اتونی قرق نجات آدم فروش نداره تو قبیله جا، خیلی باحاله. کلا یکی از شگرداشون بچه ها اینه که چیزای معمولی، آقا مثلا این تصویری که پیر مرد نشسته در بازار تصویر معمولیه که پره تو شهر، ولی تصویر معمولی رو اینقدر هیرویک نشون دادن و اینقدر تمیز فضا رو ساختن و اینقدر آسنتیک فضا رو ساختن، هنر واقعا خیلی باحال نشون میدن چیزای معمولی رشتو. با ترپری یا کسلیس علی نجات تو کلمه قرق میکنم اتونی قرق نجات آدم فروش نه. راستی راجب کسلیس علی نجات و اینا احتمالا انتظار میرم صحبت کنم، دیگه مشخصه دیگه، کاور موزیک ویدئوی بیلیت بود، دیس دومه، فدایی به حسین که اصلا کلا مسیح علی نجات بود، مسیح علی نجات بود که داشت 80 نشون میداد. بعد نمیدونم، من خیلی دنبال نمیکنم ببینم تو توییتر ملتفتی ها راجب مسیح علی نجات چی میگن و اینا. بله تو جیت سنگ جواب تیمت چطوری؟ وسط ریاکشن هم بجی. من واقعا نمیدونم خلاصه مثلا توییتی چیزی زدن بچه ها راجبه مسیح علی نژاد و فیلم بیزار، من اقید یادم نیست، نمیدونم، خیلی اقید مهم نیست واسم. داره تو قبیله جا یه مصرع خودت زدم هرستون در آد، شما که جنستون خراب شده زپتون حالا یه جوری که یه مصرع از خودت زدم هرستون در آد، کدوم مصرع؟ قرق میکنم اتونی قرق نجات آدم فروش نداره تو قبیله جا یه مصرع خودت زدم هرستون آدم فروش نداره تو قبیله جا که میدونم مصرعه چیزه، ولی حس میکنم رپر یا کسیس فلانم
یکی از بیتای فداییه که مثل کریس تو درو شما که جنستون خراب شده زپتون حالا یه جوری که دل فنات الان برات بشه کباب بگیرش به تمو طلا گوشات نمیده بهم تفا لگنتو میشکنم رو زمین بشی ولو زیر زانوها میذارم سراتونو مثل فلوید خدا رپ فارس میکنه همه رو ترور گلا حاجی این بیتو انگلیسیشو کسی ترجمه نکنه تو رو قربان هم همه حمله میکنم به ایران آمریکا حمله میکنه فلوید خداست الان اونور جورج فلوید میگم رئیس جمهور رفت جلو خانواده‌شون زانو زد برای اسکای یه جوری به خاک و خون کشیدن آمریکا رو سر خداست واقعا الان جورج فلوید خوش گنگستر بودا ولی سر اون اتفاقی که واسه افتاد پلیس بروتالیتی انا اینجوری که تو کلمه فلوید جورج فلوید رو بیاری یه احساس توهین کنن که مردم اصلا احساس کنن داری یه چوز توهین میکنه کس خونه دیوونی کنسرت میکنن واقعا فضاجی است واقعا استرس گرفتم کسی نفهمه این بیتو مزدی فنات الان برات بشه کباب بگیرش به تمو طلا گوشات نمیده بهم تفا لگنتو میشکنم رو زمین بشی ولو زیر زانوها میذارم سراتونو مثل فلوید خدا رپ فارس میکنه همه رو ترور گلادیاتورم باشی الان جلو تو یه تروی آسوپاس و ناسپاس گلادیاتورم باشی جلو تو یه تروی تروی که تروی که اسم شهر بود که ننه شهره هم اتفاقا گاهده شد تش دیگه خب مگه اینکه مثلا منظورش این باشه که تو اگر آکیلیس هم باشی چون آکیلیس مرد داستان تروی آکیلیس هم باشی مثلا مستقیما فدایی رو داره میزنه گرودیوتور ادبیات ولی دیگه باجی تروی گاییده شد بعدش جلوتگی تروی آسوپاس و ناسپاس تیم جا کشه جمع گاد پوری کرده آشولاش کنه آسوپاس و ناسپاس هم که بیت فد اصلا دیس فدایی کلی جوش میزن و روشون به کار ماش زبون و ماش داغ میذارم و رپ فارسی آج واج باخ میدی جلو من به تو روی هیچ بستی هر کاری کنی بازم نوچه هیچ کسی جز باخ میدی جلو من به تو روی هیچ بستی دیس فدایی یهو دیس فدایی داد بالا یا اول فاز حاجی نه واقعا دیس نباشه رپ فارسی آج واج باخ میدی جلو من به تو آقا من کامنت هیتر میگیرم یه وقتی دیس فدایی میاد بالا بی دلیل تو روی هیچ بستی هر کاری کنی بازم نوچه هیچ کسی جز فیت کردنت ندارم قصی هرچی هم باشه بازم نوچه هیچ کسی در گارسون پورت میشه پیش دستی خوبه تو میخوام در اومد اشکات دیرم تر از هشتاد کز میخوره پشمان تو بروشو پس داد هرکی که منو نشتاف بازیش نشو اشکات بیرم تر از هشتاد کز میخوره پشمان در بیرم تر از هشتاد که بگم اینا رو دونه دونه 80 میدونید دیگه یکی از دیسای مهمی بود که فدایی و قاف با هم دیگه پیش رو دیس کردن توش اومد اشکان چوبه خدا صدا داره من بهت میگم بازیش شدی اشکان چرا در چوبه خدا صدا داره من بهت میگم چون خدا گادپوریه این سری بازیشه جوری اش اومد اشکان دیدم تر از 80 کس میخوره پشمان تو بونوشو پس داد هرکی که منو نشتاق باز آخه اشکان که سکوت کرده سکوت اختیار کرده چه بازی چه نشو اشکان چرا در اومده اشکان بیرم تر از 80 کز میخوره پشمان چوب خدا صدا داره من بهت میگم بازی چه شدی اشکان رد میکنم نه خصوصا الا لباتون یه جوری که دلاز رد میکنم نه خصوصا الا لبات زدم به سوس براتون شاهینم باشی کفتر میچینه پراتو این دیگه دیسنی میشه آمپول هواتون یه وجب روغن شاهین چیز دیگه من ذهنم رفت شاهین فلاکت شاهینه پرنده باشی کفتر پراتون بسوس براتون شاهینم باشی کفتر میچینه پراتون این دیگه دیسنی میشه آمپول بعد پس کله اونی که دارن موهاشو فید میکنن شاهین تتوه چونه که دل آزادم بسوس براتون شاهینم باشی دل آزاده بس آزاده اکبری همسر آقای چی هست شی کفتر میچینه پراتو این دیگه دیسنی میشه آمپول هوا تو یه وجب روغن رو آشی که برات پختم کپسول چیه بار کامیون تخمم هی به ما گفتن رو هم همه تونو میکنم من درات گفتم پر بیا پر بیدم دسته چلو قافیه میذارم جلوت گشتت شه اپاد شکسته تو انگوش شکسته اینجا قطگاه رف فارس بوم بسته هیچ کس رفه خودتون دادی ترفی مثل مهدی ها رو تویتر بکن تهدید دندونو دو اسپیرو بود حاجی این ابوالفضل ماشینا بود اون زمان چه ماشینی بود ما اینجوری با چشای چیز قلبی نگاش میکردیم اون موقع من تو ریاکشن ویدیو تلخون داشتم گفتم ما دو ریسر داشتیم اسم اسپیرو یادم بود ما دوست داشتیم اسپیرو بخریم گرون بود ریسر پولمون میرسید خیلی خفن بود کو تهدید دندوناتو میریزمش مثل دونه تسبیح برات پست بره 1500 تسبیح به پوری دیست دادی تو هم دیگه کافری شناختمتون دکمتون زد قافلی خورا... به پوری دیست بدی تو هم کافر هیچ کد شاپور رو داری میگی؟ شاپور که پرونش بسته شد هر کیو بگی به نظرم فوله شاپور که تموم شد از اون بیف تموم شد برد پوری برد وقتی بردی دیگه نباید بزنی دیگه وقتی بردی باید بری سراغ هدفهای بعدی وقتی برد وقتی یه چیزی رو میبری موقعیتی رو برنده میشی همونجا میمونی یعنی برنامه‌ای واسه بعدش نداری این از این پس اگر با شاپور باشه که دیگه بیخیال
و فدایی هم که آخه دیست نداره، کاری نکرده. حاجی من هرچی بیشتر میگذره دارم مطمئن و مطمئن‌تر میشم از این که این ترک همونی بود که قرار بود در نتیجه ترک مثلا دابل ترک قبلی اومد بیرون. انگار قرار بود مثلا ملتفتی، شاپوری، فدایی کسی دیسپک بده که پوری اینو بنزه بالا، ولی ندادن. هیچ واکنشی نشون نداد و همینجوری بی مقدمه ترک دادن بالا. خیلی عجیبه. برام که یا کریمو میشی اگه واندی، رپر میخورم ندارم رژیم لاغری. اینا میا شکست رو همه شکست داد، خونه رو صورتت میشکر دستات، پوست سرتو میکنم با وسواس، خوردی به کیر قصاب. خوبه تو میخوام در اومد اشکات، دیدم تر از هشتاد کز میخوره پشما. تو گونشو پس داد هرکی که منو نشتاف بازیش نشتاف. ترک بدی نیست اگر تو یه کانتکست خوب بیاد بالا. دیسه مثلا باحاله، الان دیسه باحالتر خیلی داره پوری. تو دیسکای پوری دیسه باحال نیست، ولی میگم انقدر کانتکست وجود نداره که تکست هر چقدر باحال باشه اصلا بی ربط. مثل اینه که با دیریپ قفن بریم مجلس عروسی، مثلا یهو بی ربط با همه دارن میرقصن. تو مثلا چی میگی؟ اشکان بو 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 میرم تر از هشتاد کز میخوره پشمان، در اومد اشکان بو 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 چی به خدا صدا داره، من بهت میگم بازی چه شدی اشکان، چرا در اومد اشکان میرم تر از هشتاد کز میخوره پشمان بو 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 تو بونشو پس داد هرکی که منو نشتاق بازیش نشو اشکان بو 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 چرا در اومد اشکان میرم تر از هشتاد کز میخوره پشمان بو 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 چی به خدا صدا داره، من بهت میگم بازی چه شدی اشکان، گاد پوری ول کنی میکنه رندت، قناری پسی میاد پسی کلت، میدم به تو سردت چی بوده پروندت تجاوز. قناری فکر کنم شاپور رو داره میگه، قناری به نوچه ها میگن. دت قناری پسی میاد پسی کلت، میدم به تو سردت چی بوده پروندت تجاوز با دارو بیوشی به دخترمت گفتم بهتر. آره دیگه همون قضیه ای که تو دیسترکش گفت که ادامه نده مثلا یه سری چیز رو میکنم، بعد شاپور زد زیرش پسی کلت، میدم به تو سردت چی بوده پروندت تجاوز با دارو بیوشی به دخترمت گفت. پوری تو اون دیسترک های چهار رانده ای که با شاپور داشت به شاپور میگفت که پرونده ها اینجا که رفتی زندان مردم میدونن واسه چی رفتی زندان، مثل این که میگفت یه پرونده ای داری که دختر عمت رو تجاوز کردی بهش با دارو بیوشی و فلان و اینا، اینجا داره دوباره همون زخمو باز میکنه و گفتم به تعیین بیفه حقارته، تو که شاکی پروندتم خونوادته، چیزی که عمل میرسی چل تا بیته، چیزی که از شما میره پرده به کارته، حرفام چفت بدون پرتیه، پوست میکنه آب جوش کتریه، داستان اصل سازمانی چیه؟ پوست میکنه آب جوش کتریه، داستان اصل سازمانی چیه؟ پوری با حمید صفت یه سری تو کاور یکی از حلاله بود، نه تو کاور کدوم موزیک ویدیو بود اصلا گرفته بودن دستشون، اسم ترک یادم رفت، عجل شاید عجل یادم نیست، ولی تو کاور یکی از موزیک ویدیو یه سری MP5 دستشونه که میگن اصلا سازمانی و MP5 اصلا پلیسه واقعا، اصلا گنگستر نیست. پرتیه پوست میکنه آب جوش کتریه، داستان اصل سازمانی چیه؟ بسخور همش گچیه رنتیه، این ور بریدن برا من یه همش گچی رنتیه اسکل سال به جرم تولید محتوا فساد، اون ور بهم چسبونده تو بسلی یه مورد بدرک نزدن مثال. حالا این دوده این همین بیت فکرم تو گوش تو چش خودش هم میره، مثلا میگم ای هود تو فریستایل آزمایشگاه داشت دیس میکرد، میگفت بابا ای کی چیه، دیس نمیکرد پوریو، یکی رو تیکه پوری انداخت، تیکه یعنی مستقیم هم ننداخت، اینجوری کرد که بابا من کیرم نیست هیچ سایدی، نه گادپوری نه مثلا شاپور، ولی مثلا این از اینجور بیتا که تو از ساعت هم از ساعت پلاستیکی و فلان اینا زیاد میگن، اینکه خود پوری هم داره میگه و رنتی خبری نیست و فلان و اینا، فکر کنم بعدن دوده شوشش خودش هم بره. تولید محتوا فساد، اون ور بهم چسبونده تو بسلی یه مورد بدرک نزدن مثال، فقط فنام موندن کنارم، فقط فنام کردم باورم، از من فقط نفسام بسته که اونم بسته به نفسای مادرم، موندم بزنی همه حرفا رو با تو مثلا این بیت عشق منو باید در بیاره، ولی میگم کانتکست وجود نداره آجی. من اصلا موافق این ایدم که اون الکی همه دارن الکی به هم دیگه میگن وسط دیگه انش در اومده دیگه، هر کی وصل دیگه وصلای واقعی هم دیگه خجالت نمیکشن این وصل، میگم انقدر که همه رو وصل کردید دیو این اتهامه اون تاثیرشو داره از دست میده. این بیتو من خیلی باش موافقم، وای داجی جوجه رنگی ها رو تلخون تلخون آنگیا جوجه ها رو ببین فسک نجسته میشه دریا، گاد پوری صدره مونده رو عرش، دیساتونو بدید بهم باریکلا، تو خوبه تو میخوام در اومد اشکات، بیرم تر از هشتاد کز میخوره پشمان، تو بونشو پس داد هرکی که منو نشتاق بازیش نشو اشکان، بیرم تر از هشتاد کز میخوره پشمان، در اومد اشکات چی به خدا صدا داره، من بهت میگم بازیش شدی اشکان، چرا در اومد اشکات، بیرم تر از هشتاد کز میخوره پشمان، تو بونشو پس داد هرکی که منو نشتاق بازیش نشو اشکان، چرا در اومد اشکات، بیرم تر از هشتاد کز میخوره پشمان، چوب خدا صدا داره، من بهت میگم بازیش شدی اشکان.
شدم پیرم بدون صد و بند. حاجی من یه چیزی دارم یستی میخوام بگم. یه چیزی میخوام بگم تو رو باران ای پی هم تگشو شبیه آکی فونت فارسی زده. یه چیزی میپرسم تو رو باران راستشو بگید، هر کی با بیرون اومدن این خروجی مخالفت کرد ولی مخالفتش شنیده نشد، یه کلوز فرند فقط منو بذاره، یه استوری بذاره پاک کنه، من فقط اون دی ام منشن یو این استوری بیاد واسم بفهمم، چون مسیج بدید اسکرین شات میگیرن، مثلا فکر میکنید من اسکرین شات میگیرم، مثلا لو میدمتون و فلان و اینا. میگی چی میگم؟ تو رو آرام من بگید. احساس میکنم خیلیا تو داستان این پروژه بودن که احتمال اینکه مخالفت کنم، میشناسمشون، میدونم مخالفت میکنم بیرون اومدن این پروژه، ولی خیلی عجیب بود. یعنی فراستریتینگ ترین موقعیتی که من تو کریر پوری باهاش مواجه شدم این بود. خیلی عجیب. پوری اتفاقا اصلا زمین بازی در خونه است واسش، بیف کردن و دیس کردن و استراتژی چیدن و اینا. میگیری چی میگم؟ یه بار با هیپابولوژیست، مثلا تنها کسی که تونستی پا به پاش پیش بیاد به نظر من هیپابولوژیست بود که یکی از دیسترکاشو خونسا کرد، میدونست یه نقشه چیده، میدونست تلسی، اونم یه دیسترک آبکی انداخت بالا که پوری تتتتتت رو انداخت و گاد پوری باد هیپابولوژیست باد پولی رو انداخت بالا. میگیری چی میگم؟ اونجا یه چی میگن؟ یه حرکت حداقل تو یه تا یه حدی توی لول از دو طرف داشتیم میدیدیم و کلا پوری یکی اینکه به استراتژیش خیلی میباله، پوری آکیو، دو اینکه ما دیگه اینجوریم که دیگه آلردی فکر میکنیم اینا یه استراتژی چیدن. واقعا من لذت میبرم وقتی استراتژی باحال میچینم، اصلا میبینم عشق میکنم داداش. من اینجوری دستم میذارم زیر چونم نگاه میکنم، لذت میبرم و میام تو ویدیو راجع بهش صحبت میکنم، کاملا عشقمو میپراکنم. ولی هیچ عشقی به این پروژه نداشتم اصلا. من تمام حسی که دارم نسبت به این پروژه رو بهتون گفتم، حس میکنم نقشه براب شده است به دلیل بی‌توجهی. اینجوری بگم که عقب نشینی بعضی وقتا به نفع آدمه، همیشه بد نیست واسه آدم. اینکه تو فکر کنی با عقب نشینی همیشه چهرت ننگی روشه و اسمت ننگ روشه، این اشتباهه. من میگم اصلا پوری بیفو برد، بیفو ملتفتو. من میگم وقتی بیفو ملتفتو بردی چرا دوباره دیسترک میندازی بالا؟ خب اگر این دیسترکو بدون هیچ برنامه و پروموشن و رول اوت مینداخت بالا، باز مثلا به نظر من 7 تا غیر قابل توجیه بود. این که این همه مثلا ایموجی شطرنج و علامت تعجب و خطر و اینا میذاری توی تلگرامت بعد میدی بالا، 10 تا غیر قابل توجیه. متوجه چی میگم؟ میگم ترک به نظر من به خودی خود افتضاح نیست اصلا. اصلا قبلی از اون دو دابل ترک داد ویدیوش نه، ولی صدا به نظر من خیلی قابل گوش دادن تر بود، خیلی پوری تر بود، خیلی اصیل، پوری اصیل تری بود. ولی میگم این تو کانتکست باید بسازی و پوری کسیه که ماهر تو کانتکست ساختن، یعنی اصلا نقشه میچینه، استراتژی میچینه، کانتکست رو میچینه، تو همون کانتکست میاد زبدری حمله میکنه به بدون کانتکست ترین دیسترک دنیا بود. اصلا نمیدونم چرا، مگه هیچ ایده دیگه وجود نداره؟ من متوجهم که دیس خیلی جوابه، ولی دیگه خیلی عجیب بود. یعنی من منطقی ترین استراتژی که احتمالش رو می‌دیدم این باشه که بعد از سکوتی که کرده دابل ترک مثلا 1 ماه 4 تا دابل ترک بندازه بالا. خیلی باحاله، خیلی رولات باحالتریه فرمول گادپوری دابل ترک دادن، و بعد مثلا هر دابل ترکی که میده بیرون یه قصه جدید باش میتونه شروع کنه، کلی کار میشه کرد، کلی کار ساده کوچولو، این تغییر ساده کوچولو میشه داد. تغییری که تو دابل ترک قبلی داده بود خیلی بزرگ بود با تغییر با فرمولی که فرمولایی که همیشه تحت اون فرمولا موزیکاشو میساخت گادپوری، که باحال بود. باز دیدن این تغییر، من اصلا تو ریاکشن ویدیوام گفتم دیدنش بهتر از اینی که یه چیز تکراری دوباره از گادپوری ببینیم، ولی اینکه موزیک خوبی نبود، ولی دیدن تغییر خیلی خوشحال کننده تره. ولی میگم تو دابل ترک میتونی بدی، اصلا هر یه دونه دابل ترکی که میدی راجع به یه موضوع متفاوت، تم متفاوت، ایده ها متفاوت، که یه هوی دیسترک بی زمینه بدی بالا اصلا ناراحت کننده است واقعا. تبدیل تجربه اولین بار شنیدن رو طبیعتا نمیگم، تجربه های زیر 5 رو من نمیگم. و شما نظرتون رو بنویسید راجع به این حرکت گادپوری، به نظرتون از 1 تا 10 چقدر جذاب بود این خروجی و اینکه چقدر استراتژی داشت. لینک رو که گفتم گذاشتم تو دیسکریپشن. ویدیو رو اگه دوست داشتید لایک کنید، نداشتید دیسلایک، فورگنگ تو کامنت یادتون نره،
سابسکرایب کانال یادتون نره. این کانال همون کانالیه که پریده بود و برای بوست کردن وضعیتش اگر دوست داشتید کانال رو سابسکرایب کنید. زنگوله بغل سابسکرایب من فراموش نکنید تا ویدیوی بعدی.